خط مهمترین خبرها. دیدار ملا عبدالغنی برادر با وزیر خارجه ترکیه. دو طرف در این دیدار درباره روابط دو جانبه، توسعه همکاری های اقتصادی و بازارگانی گفتگو کردند. و ما نیاز داریم که در قسمت استفاده از این روابط صاحب یک دیدگاه استراتژیک و هدفمند در چارچوب کسب منافع اقتصادی باشیم. از انزوای سیاسی تا تلاش‌ها برای تعامل جهانی، امیرخان متقی در دیدار با رئیس یونما درباره ادامه تعامل مثبت سازمان ملل با افغانستان گفتگو کرده است. فرامین موقتی خویش که به خاطر حقوق زنان، تعلیم، تحصیل و کار دختران افغان صادر نموده، دوباره تجدید نظر نماید. وضعیت ناهنجار رسانه‌ها در افغانستان. سازمان گزارشگران بیمرز میگوید بیش از 80% خبرنگاران زن ناگزیر به ترک شغلشان شدند. هیچ نوع تغییری ما برای رشد رسانه ها در افغانستان نخواهیم دید. و پرتاب موشک برای رسیدن به سطح مهتاب از سوی روسیه. روسیه پس از نزدیک به نیم قرن موشک برای رسیدن به سطح مهتاب پرتاب کرده است. سلام و وقت شما بخیر. با مجموعه خبرها این ساعت از یک با من نورالله بکرخیل خوش آمدید. امروز جمعه برابر از با 23 سال 1402 هجری خورشیدی. مشروع خبرها. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران در سفرش به ترکیه با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در انقره دیدار کرده است. معاونت اقتصادی رئیس وزیران در خبرنامه گفته که در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه، توسعه همکاری های اقتصادی، اتصال منطقه‌ای و بازارگانی گفتگو کردند. با گفته معاونت اقتصادی رئیس وزیران، توسعه روابط بازارگانی، دهلیز هوایی، ایجاد اتاق بازارگانی مشترک و ایجاد سهولت های بیشتر برای صدور ویزا به شهروندان افغان هم از موردهای دیگر این گفتگوها بوده است. آقای برادر در این دیدار همچنان از وزیر خارجه ترکیه خواسته تا کشورش با مهاجران افغان مقیم این کشور برخورد نیک داشته باشد. توسعه روابط دو جانبه اقتصادی و بازرگانی محور گفتگوی معاون اقتصادی رئیس وزیران با وزیر امور خارجه ترکیه. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران در نخستین سفرش به بیرون از کشور به ترکیه رفته و با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در انقره دیدار کرده است. معاون اقتصادی رئیس وزیران در خبرنامه گفته که در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه، توسعه همکاری های اقتصادی، اتصال منطقه‌ای و بازرگانی گفتگو کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران در دیدار با وزیر امور خارجه ترکیه روی توسعه روابط بازرگانی، ایجاد اتاق تجارت مشترک، دهلیز هوایی، سرمایه گذاری بیشتر سرمایه گذاران ترکی در افغانستان و ایجاد سهولت های بیشتر برای صدور ویزا به افغان ها صحبت های همه جانبه کرد. همچنان معاون اقتصادی رئیس وزیران از کشور ترکیه خواست با افغان های مقیم ترکیه برخورد و روابط نیک داشته باشد. هرچند وزارت خارجه ترکیه در رابطه با موردهای مورد بحث این دیدار چیزی نگفته، اما معاونت اقتصادی رئیس وزیران میگوید هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در این دیدار در رابطه با تقویت روابط بازرگانی دو کشور و تشویق سرمایه‌گذاران ترکی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان به آقای برادر اطمینان داده است. با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر به ایجاد روابط اقتصادی نیاز داره و ما نیاز داریم که در قسمت استفاده از این روابط صاحب یک دیدگاه استراتژیک و هدفمند در چارچوب کسب منافع اقتصادی باشیم. در صورتی که همچنان این روابط بدون منفعت اقتصادی استوار باشه، نمیتونه بیشتر موثریت بر اقتصاد افغانستان وارد بکنه. بر بنیاد خبرنامه معاونت اقتصادی رئیس وزیران، در این دیدار آقای برادر از وزیر خارجه این کشور خواسته که بنابر روابط دیرینه تاریخی میان ترکیه و افغانستان، دو طرف باید رابطه خوب سیاسی و اقتصادی داشته باشند. کشور ترکیه باید یک کشور مقتدر و با نفوس اسلامی و با داشتن رابطه خوب تاریخی با افغانستان و همچنین علاقمندی به تاریخ و خود مردم و ملت افغانستان و کذا داشتن رابطه بالانس متوازن خوب با شرق و غرب
و دو قدرت جهان میتونن دو مرات افغانستان به خود ملت افغانستان به دولت افغانستان مساعدت های کنن میانجیگری میانجی بسیار خوی باشدست جهان در صورت که شرایط ترکیه و شرایط عمومی جهان طالبا بپذیره و یک تعداد اصلاحات را بیاره و همچنان ترکیه را در مسائل تجارتی و امنیتی و منطقوی قناعت بده. با آنکه ترکیه امارات اسلامی را تاکنون به گونه رسمی به رسمیت نشناخته است، اما از آغاز حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان این کشور تعامل خوبی با حکومت سرپرست داشته و با کمک های بشردوستانه‌اش به شهروندان افغانستان ادامه داده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه با روزا تنبایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل و مارکس پورزل معاون سیاسی و نما درباره ادامه تعامل مثبت سازمان ملل با امارت اسلامی گفتگو کردند. وزارت خارجه میگوید دو طرف در این دیدار درباره نشست‌های بعدی جهانی درباره افغانستان گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان ملل و پیکار با مواد مخدر در افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. امیر خان متقی در این دیدار از کمک‌های جهانی به افغانستان قدردانی کرده و گفته که حکومت سرپرست زمینه شفاف برای کمک رسانی به افراد نیازمند را فراهم کرده است. تلاش ها برای تعامل جهان با افغانستان در آستانه دو سالگی امارت اسلامی. امیر خان متقی روز گذشته با روزا اوتونبایوا رئیس یوناما و مارکس بوتزل معاون او درباره ادامه تعامل مثبت سازمان ملل با امارت اسلامی دیدار کردند. وزارت خارجه میگوید در این دیدار درباره نشست‌های بعدی جهانی با محور افغانستان، پیکار با مواد مخدر، گزارش‌ها درباره افغانستان و موضوع‌های دیگر تبادل نظر شدند. در این نشست تعامل میان امارت اسلامی و سازمان ملل، کشورهای عضو آن، نشست‌های جهانی آینده در مورد افغانستان، مبارزه با مواد مخدر، گزارش‌های تهیه شده توسط سازمان ملل در مورد افغانستان و موضوعات دیگر مورد بحث قرار گرفت. امارت اسلامی افغانستان اگر با منشور و قوانین سازمان ملل متحد که تمامی کشورهای اسلامی آن را قبول نموده احترام بگذارد و در مورد فرامین موقتی خویش که به خاطر حقوق زنان تعلیم، تحصیل و کار دختران افغان صادر نموده دوباره تجدید نظر نماید، با باور کامل گفته میتونیم که سازمان ملل متحد میتواند رول مهم و ارزنده را به خاطر وضعیت فعلی سیاسی و اقتصادی کشور ما اجرا نماید. اما سرپرست وزارت خارجه در این دیدار با قدردانی از کمک‌های جهانی گفته که حکومت سرپرست روند شفاف برای کمک رسانی به افراد نیازمند را فراهم کرده است. در مورد عدم شفافیت در توزیع کمک‌ها شکایت زیادی وجود داره، هم اشخاص کمک دهنده و کسانی که کمک دریافت میکنن هم اونا هم شکایت دارن و به نظر ما علت اساسی است که یک نهاد نظارت کننده دقیق با صلاحیتی که صلاحیت داشته باشه از این کمک ها نظارت بکنه وجود نداره. بنابرای دلیل چون کمک ها رو به دولت افغانستان نمیتن و دولت افغانستان حق مداخله را در کارا نداره. در نزدیک به دو سال گذشته سازمان ملل چندین نشست برای رایزنی درباره افغانستان برگزار کرده، اما تاکنون این نشست ها زمینه تعامل جامعه جهانی با امارت اسلامی را فراهم نکرده است. کشورها پیوسته ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و پیکار با هراس افغانی را از پیشرفت های درشت برای تعامل با امارت اسلامی عنوان کرده، موردی که حکومت سرپرست میگوید این شرط ها را تکمیل کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه‌ای گفته که از میان 12,000 خبرنگار در افغانستان بیش از 8,000 آنان شغلشان را ترک کردند. در گزارش این سازمان آمده که پس از 15 آگوست 2021 تا کنون بیش از 80% خبرنگاران زن ناگزیر به ترک کارشان شدند. بر بنیاد سرشماری این سازمان پس از سقوط حکومت پیشین تا کنون بیش از نیمی از رسانه ثبت شده فعالیت خود را متوقف کردند. همزمان نهاد پشتیبانی رسانه های آزاد افغانستان در اعلامیه از بازداشت 5 خبرنگار در ولایت های ننگرهار، پکتیا، غزنی و قندوز خبر داده و خواهان رهایی بی قید و شرط آنان شده است. یت نامطلوب رسانه ها پس از سقوط جمهوریت در افغانستان. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه‌اش گفته است که از میان 12,000 خبرنگار در افغانستان بیش از 8,000 آنان تغییر شغل داده‌اند.
در گزارش این سازمان آمده است که پس از 15 اگست 2021 تا کنون بیش از 80% زنان خبرنگار ناگزیر به ترک کارشان شدند. از 150 شبکه تلویزیونی کمتر از 70 تلویزیون به فعالیت خود ادامه می دهند و 307 ایستگاه رادیویی تنها 170 رادیو نشرات دارند و 31 خبرگزاری به 18 خبرگزاری کاهش یافته است. بر بنیاد سرشماری این سازمان پس از آگست 2021 تا کنون نیمی از رسانه های ثبت شده فعالیت های خود را متوقف کرده اند. بازداشت خبرنگاران یکی از ناپسندترین اقدامات است که در دوران فعلی صورت می گیره و متاسفانه آزادی بیان که مهمترین دستاورد افغانستان در دو دهه گذشته بود اکنون به رکود مطلق رفته و تا زمانی که تغییر در وضعیت به وجود نیاید و جامعه جهانی از فرآیند آزادی بیان و حمایت از رسانه ها وارد عمل نشه هیچ نوع تغییری را ما برای رشد رسانه ها در افغانستان نخواهیم دید و فضای سانسور و زندانی شدن رسانه ها و محدودیت برای بیان بیشتر از این وضع خواهد شد. همزمان نه یا نهاد پشتبان رسانه های آزاد افغانستان در اعلامیه از بازداشت 5 خبرنگار در ولایت های ننگرهار، پکتیا، غزنی و کندوز در روزهای اخیر خبر داده و خواهان رهایی به قید و شرط آنان شده است. این نهاد همچنان گفته است که چنین بازداشت ها آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در افغانستان را با چالش های جدی روبرو خواهد کرد. مادر هفته گذشته شاهد اوجگیری خشونت ها در مقابل خبرنگاران هستیم. در یک هفته گذشته 5 نفر از خبرنگار در 4 ولایت افغانستان بازداشت شدند و هنوز دلیل بازداشت از این خبرنگاران هم مشخص نیست. می خواهیم که مسئولین هرچی عاجلتر موضوع خبرنگارای تحت بازداشت نهایی بسازند و هرچی عاجلتر او را آزاد بسازند. در صورتی که ادعای وجود داره می شود که کمیسیون تخطی رسانه ها محول کنه. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در نشستی که با خبرنگاران در کندهار داشته از نهایی شدن قانون رسانه های امگانی در آینده نزدیک خبر داده است. وانگ یو سفیر چین در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دیدار توده‌ای کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در رشته توییت میگوید در این دیدار درباره روابط افغانستان و چین در 2 سال پسین، سرمایه گذاری چین در افغانستان و توسعه روابط دو کشور در آینده بحث و گفتگو شده است. سرپرست وزارت خارجه در این دیدار از ماموریت دیپلماتیک سفیر چین در جریان 2 سال پسین در افغانستان قدردانی کرده و سیاست چین در افغانستان را مثبت خوانده است. سفیر چین هم گفته که کشورش متحد به حفظ روابط دیپلماتیک خود با افغانستان در سطح بلند است. وانگ یو در سال 2019 میلادی به عنوان سفیر چین در افغانستان تعیین شد. او در 2 سال اخیر دیدارهای گسترده با مقامهای امارت اسلامی داشته است. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با رئیس شرکت ام جی ام درباره تسریع پروژه مس آینک دیدار و گفتگو کرده است. وزارت معادن و پترولیم در رشته توییت میگوید در این دیدار دو طرف درباره تسریع و توسعه پروژه مس آینک، ساخت جاده در ساحه معدن و طرح جدید کاری این شرکت گفتگو کرده است. سرپرست وزارت معادن به رئیس شرکت ام جی ام گفته که آماده هر گونه همکاری برای آغاز کار معدن مس آینک است. دیدار سرپرست وزارت معادن با رئیس یک شرکت چینایی در کابل. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با شاخو پنگ رئیس شرکت ام جی ای ام دیدار و دو طرف روی چگونگی تسریع پروژه مس عینک گفتگو کردند. آقای دلاور در این دیدار با رئیس شرکت ام جی ای ام در مورد تسریع و توسعه پروژه مس عینک، ساخت جاده در ساحه معدن و طرح جدید کاری این شرکت بحث و گفتگو کردند. با استخراج این معدن در پلویزی که سالانه به میلیون ها دلار عواید تصیب افغانستان میشه، در پلویز و زمین کار و اشتغال به ده هزار نفر مهیا خواهد شد و همچنان اعتبار سرمایه گذاری در افغانستان بلند خواهد رفت. من فکر میکنم شرایط فوق العاده آماده ازی است که این معدن به طرف استخراج بره، اما متاسفانه که بعض پیشنهادات یا در قسمت تعدیل بعض ماده های ازی از طرف شرکت ام سی سی پیشنهاد شده
که به خیر افغانستان نمی باشد. در خبرنامه وزارت معدن و پترولیم آمده که آقای دلاور در دیدار با شاخوپنگ روی تسریع کار استخراج این معدن تاکید کرده و گفته که وزارت معدن آماده ارگونه همکاری برای آغاز کار در معدن مس عینک است. با این حال شماری از آگاهان بر این باورند که پروژه های از این قبیل در رشد اقتصاد کشور سودمند است. سرمایه گذاری چینایی ها بالای معدن مس عینک میتونه که به گونه بالقوه ما را در قسمت انکشاف اقتصادی، کاهش فقر و ایجاد نمودن جای کار به مردم ما کمک کند. از حکومت امارت اسلامی تقاضامند هستیم که هرچی عاجلتر به توافق استراتژیک با چینایی ها در بیایند و استخراج و پروسس معدن مس عینک آغاز کنند. معدن مس عینک لوگر در 40 کیلومتری جنوب شرق پایتخت موقعیت دارد و این معدن لقب دومین ذخیره‌گاه مس جهان را دارا می باشد. محمد یوسف وفا والی بلخ با شماری از مسئولان محلی این ولایت در یک سفر رسمی به کشور ازبکستان سفر کرده است. دفتر والی بلخ می گوید این سفر روز گذشته انجام شده و محمد یوسف وفا با اسمت ارگاشف نماینده ویژه ازبکستان و شماری از مقام های این ولایت دیدار و گفتگو کرده است. محور این دیدار مسئله های بازارگانی، ترانسپورتی و چند مورد دیگر گفته شده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید که میزان تجارت افغانستان از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی تا به حال به گونه عادی با کشورهای منطقه و جهان جریان دارد. سخنگوی این وزارت میگوید در 2 سال پسین ارزش 15.6 میلیارد دلار کالاهای تجارتی از افغانستان با کشورهای جهان تبادل شده است. وزارت صنعت و تجارت همچنان برای گسترش روابط اقتصادی اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری را برای بانوان فعال کرده است. دستاوردهای وزارت صنعت و تجارت در 2 سال پسین. وزارت صنعت و تجارت میگوید از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی تا به حال میزان تجارت افغانستان به گونه عادی با کشورهای منطقه و جهان جریان دارد. سخنگوی این وزارت میگوید در 2 سال پسین افغانستان حدود 3 میلیارد و 270 میلیون دلار صادرات و 12 میلیارد و 225 میلیون دلار نیز واردات داشته است. که در جریان 2 سال به ارزش 3 میلیارد و 270 میلیون دلار صادرات و 12 میلیارد و 225 میلیون دلار هم واردات داشتیم که اکثر اقلام صادراتی در جریان 2 سال زغال سنگ، پخته، هنگ، تخم هنگ، میوه های تازه، میوه های خشک، قالین و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بوده که به کشورهای پاکستان، هندوستان، امارات متحده عربی، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، چین، قزاقستان، عراق و ترکیه بوده است. به گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، امارت اسلامی برنامه‌های اقتصاد محور را در مدت این سال‌ها در بخش تجارت داشته که از این میان تقویت روابط بازرگانی با کشورهای همسایه و منطقه، افزایش ترانزیت از راه‌های افغانستان به کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و فعال‌سازی اتشه‌های تجارتی در کشورهای منطقه بوده است. با در نظر داشته پالیسی اقتصادی امارت اسلامی افغانستان، این وزارت در سکتور تجارت نیز برنامه‌های متعدد و مناسب را به منظور افزایش صادرات، افزایش ترانزیت، تنظیم بازار، بهبود بیلانس تجارت، برگزاری نمایشگاه‌ها و برای انداختن دیپلماسی فعال تجارتی به سطح منطقه را تطبیق نموده است. با توجه به نیازها در بخش بازرگانی در کشور، وزارت صنعت و تجارت همچنان توانسته است اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری را برای بانوان فعال ساخته و در این مدت حدود 385 هزار مجوز توزیع کرده است. روسیه پس از نزدیک به نیم قرن موشک برای رسیدن به سطح مهتاب پرتاب کرده است. موشک لونای 25 روسیه طبق برنامه از پایگاه فضایی وستوچنی در خاور دور این کشور به فضا پرتاب شد. از سوی نریندرا مودی نخست وزیر هند توانست پس از 3 روز بحث و جدل در پارلمان این کشور برای رأی عدم اعتماد به دولتش بر سر خشونت‌های قومی در ایالت مانیپور با موفقیت از آن خارج شود و در حالی که تصاویر هوایی حاکی از ویرانی گسترده در شهر لاهیانا در یکی از جزایر هاوایی است، مقام ها میگویند که آمار کشته شدگان در آنجا به 53 تن رسیده و احتمال بالاتر خواهد رفت. بیشتر در این درپسته تصویری. روسیه پس از نزدیک به نیم قرن موشک برای رسیدن به سطح مهتاب پرتاب کرده است.
هدف روسیه فرود به عنوان نخستین کشور جهان در قطب جنوب مهتاب است. موشک لونا 25 روسیه طبق برنامه از پایگاه فضایی وستوژنی در خاور دوری این کشور به فضا پرتاب شد. اعتقاد بر این است که در قطب جنوب مهتاب ذخیره های آب وجود داشته است. پرتاب موشک روسیه در رقابت با هند خواهد بود که ماه گذشته فرودگر خود را به طرف ماه فرستاد و در حال حاضر در حال چرخش به دور ماه است. رئیس سازمان فضایی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت که انتظار می رود این فضاپیما در روز دیگر بر سطح ماه فرود بیاید. مقام های هند اوایل این هفته گفتند قرار است فضاپیمای چاندرایان 3 این کشور به تاریخ 23 بر ماه فرود بیاید. نارندرا مودی نخست وزیر هند توانست پس از 3 روز بحث و جدل در پارلمان این کشور برای رأی عدم اعتماد به دولتش بر سر خشونت‌های قومی در ایالت مانیپور با موفقیت از آن خارج شود. پیش از این هم انتظار نمی‌رفت که دولت او در این رأی‌گیری شکست بخورد، زیرا حزب بهاراتیا جاناتا یا بی جی پی و متحدانش اکثریت را در پارلمان هند در اختیار دارند. آقای مودی از انجام رأی‌گیری برای عدم اعتماد به دولتش انتقاد کرد و آن را تلاش حزب‌های مخالف برای بدنام کردن هند خواند. رهبران حزب‌های مخالف دولت می‌گویند که این رأی‌گیری برای مجبور کردن آقای مودی برای صحبت در مورد درگیری‌های قومی در ایالت مانیپور بوده است. تا به امروز بیش از 150 تن در ایالت مانیپور که از ماه می شاهد درگیری میان قوم اکثریت میتی و اقلیت قبیله‌ای کوکی است، ده‌ها کشته و هزاران تن آواره شده‌اند. آقای مودی تنها هفته‌ها بعد از درگیری‌های قومی و پس از انتشار گسترده ویدیویی از چرخاندن دو زن برهنه که خشم جهانی را برانگیخت، به گونه علنی در خصوص خشونت‌های مانیپور صحبت کرد. نشست‌های پارلمان هند که از 12 روز پیش آغاز شد، با اعتراض‌های مخالفان دولت که از آقای مودی می‌خواستند در نشست در مورد خشونت‌ها در این ایالت صحبت کند. پیش از رأی‌گیری طرح عدم اعتماد به دولت، حزب‌های مخالف جلسه را ترک کردند، زیرا آقای مودی پس از بیش از 1 ساعت سخنرانی نام از مانیپور نبرد. آقای مودی در اواخر سخنرانی 2 ساعته خود گفت که دولت‌های فدرال و ایالتی در حال همکاری برای بازگرداندن آرامش در این ایالت آشفته هستند. او همچنان مخالفان دولتش را متهم کرد که از مانیپور برای بازی‌های سیاسی استفاده می‌کنند. این دومین بار است که دولت آقای مودی از زمان روی کار آمدنش در سال 2014 در طرح عدم اعتماد پیروز می‌شود. و در حالی که تصویرهای هوایی حاکی از ویرانی‌های گسترده در جزایر هاوایی است، مقام‌ها می‌گویند که آمار جانباختگان در آنجا به 53 تن رسیده و احتمالاً بالاتر خواهد رفت. لاهاینا یک شهر توریستی در ساحل غربی جزیره مایی بود که حالا خیابان‌های آن تا لبه اقیانوس سوخته است. آتش‌سوزی در لاهاینا که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روی داد، ابتدا از علفزارهای طبیعی شروع شده بود، اما این وضع به سرعت به وخامت گرایید و چنان شد که شماری از ساکنان شهر برای فرار از آتش وارد دریا شدند. رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که آتش سوزی های طبیعی در هاوایی در سالهای پسین بیشتر و بیشتر شده و حالا یک شهر کوچک را تقریبا به خاک یکسان کرده است. آمار کشته ها تا پیش از این 36 تن بود، اما دولت محلی مائی در بیانیه گفت که مرگ 17 تن دیگر در روز پنجشنبه تایید شده است. هزاران تن دیگر هم مجبور به فرار شدند. جاش گرین فرماندار هاوایی پیشتر در اشاره به سونامی سال 1960 که سبب مرگ 61 تن شد گفته بود که ما برای سالهای طولانی شاهد چنین مرگ و میر گسترده ای نبوده ایم. او گفت آمار مرگ احتمالاً از 61 تن بالا خواهد رفت. او که با CNN گفتگو می کرد گفت شک نیست که همه آن را مثل بمب توصیف می کنند که به لاهاینا اصابت کرده است. او گفت هنوز دود از بسیاری نقاط بلند دیده می شود و به نظر می رسد که 80% لاهاینا از میان رفته است. او گفت که 1700 ساختمان نابود شده، بیش از 2000 تن شب را در پناهگاه‌ها گذراندند و 11000 تن در مایی هنوز برق ندارند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آتش‌سوزی‌های هاوایی را یک فاجعه عمده اعلام کرده که راه را برای آزادسازی منابع فدرال برای کمک به عملیات بازسازی باز می‌کند. سازمان هواشناسی ملی آمریکا گفت که طوفان دورا در اقیانوس آرام سبب وزش بادهای به سرعت 97 کیلومتر در ساعت شد که بر آتش دمید. فرودگاه مایی اکنون به یک پناهگاه اضطراری بدل شده و بنابر تخمین‌ها حدود 11000 تن برای اسکان موقت در حال انتقال به سایر جزایر هوایی هستند. و حالا هم توجه کنید به وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر و نیز نرخ اسعار در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل.
به این ترتیب رسیدیم به بخش پایان خبرها. از اینکه تا این دم ما را همراهی کردین جهان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدار.